به نام خداوند بخشنده مهربان، انگیزه های سختار کشورها، ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون وستردون الى عالم الغیب و الشهادت فینبئکم بما کنتم تعملون. ترجمه: و بگو عمل کنید، پس به زودی خداوند و پیامبرش و مؤمنان عمل شما را خواهند دید و به زودی به سوی خدای دانا پنهان و آشکار بازگردانده می شود، پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. گواهی می دهم بر اینکه نیست معبودی بر حق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم بر اینکه سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است، همان پیامبری که در حدیث می فرماید: اگر قیامت در حال برپا شود که در دستان یکی از شما نهال از درخت بوده باشد، طوری که اگر بتواند پیش از قیام قیامت آن را غرس نماید، باید حتما غرس کند. درود سلام و برکت خدا بر او و بر آل و اصحاب او و بر کسانی که تا روز رستاخیز از وی پیروی می نمایند. اما بعد، همانا یکی از مبادی اصلی و آموزه های بزرگ اسلام محبت و دوست داشتن وطن و دفاع از آن و کار و تلاش برای پیشرفت و تقدم آن می باشد. بزرگترین عزت و شرافت برای یک انسان تنها نسبت داشتن و دلسوزی به وطنش و تلاش جدی برای ساختار و ترقی و نام نیکی آن است. پس در پشت سر هر ملتی که به پیشرفت علمی و فرهنگی دست یافته، انسان مخلص و وطن دوستی قرار دارد که قلبهای این ملت را از محبت وطنشان سرشار می سازد. پس این ملت به طور جدی برای سرمایه که بر بندگان و میهنشان برگردد کار و تلاش نمودند، و مصر عزیز ما سزاوار بیشتر از اینها را دارد و باید فرزندانش به خاطر پیشرفت آن بیشتر از این کار و تلاش کنند، چون آن قلب در حال تپش عرب و اسلام می باشد و آن شمشیر بران و قلعه مستحکم امت اسلامی در برابر تروریسم و چالش های آن است. پس همین جا است که دفاع از مصر و کار برای پیشرفت و ترقی آن واجب دینی و مهنی می باشد، زیرا مصر گهواره تمدنها و پایگاه رسالتها است و این یگانه کشوری است که در قرآن کریم نام آن با امنیت و صلح یک جا ذکر شده است، طوری که خداوند متعال به زبان حضرت یوسف علیه السلام می فرماید: ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. همگی به مصر درایید اگر خدا بخواهد، در امن و امان خواهد بود. خدا به صلاح الدین صفدی خیری زیاد دهد، چون می فرماید: کسی که زمین و همه گوشه و کنار آن را با انواع و اجناس انسانهای آن دیده باشد، ولی اگر مصر و اهالی آن را ندیده باشد، پس نه دنیا را دیده و نه مردم آن را. بدون تردید پیشرفت و آبادانی و ترقی ضامن عزت و کرامت ملت و احترام مردم است، مگر اینکه پیشرفت و ترقی کشورها تنها به گفتن و رویا و آرزو صورت نمی گیرد، بلکه باید کار و تلاش صورت گیرد و فداکاری و قربانی داده شود و بر اساسات پیشرفت و تقدم و تمدن چنگ زده شود. مهمترین این اسباب قرار زیل اند: درک چالش ها. چون درک کردن ارزش وطن و چالش ها و خطرهایی که فراراه پیشرفت آن قرار دارد موضوعی است که تقاضا می کند تا حجم این چالش هایی که سر راه ما قرار دارد دانسته شود، زیرا بدون درک چنین چالش ها امکان ندارد برای آن راه حل مناسب و موفقی پلان نمایم. بدون شک موضوع درک ارزش وطن و درک مشروعیت ملی حکومت و ضرورت پشتیبانی استقامت آن و کار و تلاش برای ترقی و پیشرفت آن یکی از مهمترین پایه‌های ساختار دولتی قوی می باشد و یکی از مهمترین پشتوانه‌های انتمای ملی و حفاظت از ثروت و زیرساخت آن می باشد.
همچنین درک اهمیت میهن تقاضا می کند تا مفاهیم اشتباه و خطایی که در ذهن گروه های تروریستی و تندرو وجود دارد را اصلاح نماییم، چون اینها فلسفه خیش را بنا بر اساس تلاش های ایجاد گروه ها و زیای اعتماد میان ملت ها و سرداران و رهبرانشان بنا نهاده اند. با آنکه آموزه های ادیان ما بر احترام حاکم عادل امر می کند، چون پیامبر ما می فرماید همانا احترام مسلمانان بزرگسال حافظ قرآن و احترام پادشاه عادل از جمله اجلال و بزرگ داشتی الهی است. خداوند جل جلاله پادشاه عادل را از جمله هفت نفری قرار داده که در روز قیامت زیر سایه عرش خداوند می باشند، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هفت نفر را خداوند زیر سایه عرش خود قرار می دهد در روزی که جز سایه عرش او هیچ سایه وجود ندارد. سپس در راس آنها پادشاه عادل را ذکر می نماید و از مهمترین بناها و عوامل ساختار و تقدم وطن فداکاری در راه آن می باشد، چون شهروندی واقعی تنها و بلند کردن شعارات یا با تکرار عبارات نیست، بلکه شهروندی و میهن پرستی نظام زندگی و احساسی است که وطن را در برابر چالش های فراراه آن پشتیبانی و حمایت می کند و احساس درد آن و خوشحال شدن به تحقیق ارزوهای آن و آمادگی دائمی برای قربانی کردن خود در راه آن می باشد. دفاع از وطن و حمایت از آن و فداکاری در راه آن از بزرگترین مطالب شرعی و واجب ملی بر هر فرد می باشد که بر سرزمین آن و زیر سایه آسمان آن زندگی می کنند. پس دوست داشتن وطن تنها به شعار و عواطف نیست، بلکه باید به عمل و رفتار نیک که برای افراد و مجتمع مفید است پیاده شود. از همین جاست که فداکاری برای قوی و نیرومند ماندن آن ضروری است. پس انتماع به وطن ایجاب می کند تا فرزندان آن با آن افتخار کنند و برای حفاظت آن با هم کار و تلاش نمایند، زیرا استقرار وطن برای تحقق بخشیدن هدف الهی که عبارت از آبادانی جهان هستی و اعلای دین و برپای شعائر دینی می باشد ضروری پنداشته می شود. جهاد در اسلام تنها برای حفاظت از سرزمین و دفع ظلم و تجاوز از آن نیست. بنابراین خداوند جایگاه کسانی را بلند برده است که برای دفاع از میهنشان جان خود را از دست می دهند. خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد بیگمان خداوند از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را خریده است به بهای این که بهشت برای آنها باشد، بدین صورت که در راه خدا جنگ می کنند پس می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن آمده است و مهمترین اساس ساختار کشورها و تمدنها انجام کار جدی با دقت است. اسلام ارزش کار را بلند برده، آن را یکی دروازه های عبادت پنداشته است، بلکه آن را از بزرگترین مراتب عبادت قرار داده است، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را جهاد فی سبیل الله توصیف نموده است. به همین دلیل روایت است که مردی از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب گذشت، اصحاب جدیت و فعالیت آن را پسندیدند و گفتند ای رسول خدا، اگر این کار و تلاش در رای خدا می بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر به خاطر کسب روزی برای فرزندان صغیر خود برآمده باشد پس او در راه خدا است، اگر برای کسب روزی برای پدر و مادر بزرگ سال خود برآمده باشد در راه خدا است، اگر برای نفس خود برآمده باشد تا از گداگری و او را نجات بدهد او در راه خدا است، ولی اگر به خاطر ریا خودنمایی و فخر فروشی برآمده باشد او در راه شیطان است. پس دین و میهن هر دو از ما می خواهد تا پیشتر زحمت بکشیم و کار و تلاش و تولید نماییم، خصوصا که دین ما دین کار و تلاش است. خداوند متعال می فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور، همان کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یکی از شما نیکوکارتر است و او پیروزمند بخشنده است. همچنین در آیات دیگری خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد این کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در روز جمعه برای نماز اذان گفته شد به سوی نماز و ذکر الله بشتابید و خرید و فروش را رها کنید، اگر بدانید این برای شما بهتر است، پس هنگامی که نماز پایان یافت برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید
و ای پیامبر برخی از این مردم هنگامی که تجارتی یا سرگرمی را ببیند به سوی آن پراگنده می شوند و تو را استاده بر منبر رها می کنند. بگو آنچه در نزد الله از بهتر از سرگرمی و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچ کسی طعام بهتری جز از عمل دست خود نخورده است. همانا پیامبر خدا حضرت داود علیه السلام همیشه از عمل دست خود می خورد. باید تاکید نماییم که دین اسلام ما تنها عمل از ما نمی خواهد بلکه عمل جدی و دقیق می خواهد، چون خداوند متعال می فرماید ان لا نضيع اجر من احسن عملا، همانا ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همانا خداوند دوست دارد هرگاه یکی از شما کار را انجام می دهد باید آن را دقیق انجام بدهد. و برخی از عوامل بنای کشورها و تمدنها دانش و اراده درست می باشد، چون ساختار نیازمند علم و تجربه و تخصص است، آنها خواهش نیست. هرگاه به قرآن کریم و حدث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم در می آبیم که بر ضرورت ایجاد توانایی کفایت و امانتداری تاکید می کنند. خداوند متعال به زبان حضرت یوسف علیه السلام می فرماید اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مرا بر سرپرستی خزائن زمین مصر قرار بده که من نگهدارنده آگاهم. با برزبان دختر حضرت شعیب درباره حضرت موسی علیه السلام می فرماید یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین، پدر جان او را اجیر کن، بی تردید بهترین کسی را که می توانی اجیر کنی کسی است که نیرومند امین باشد و او چنین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از سپردن کار به غیر اهلش گوش زد نموده و خبر داده است که این امر یکی از نشانه های قیامت است، طوری که می فرماید هرگاه کار به غیر اهلش سپرده شود منتظر قیامت باشد، اهل کار همیشه در هر بخش توانمند و امانتدار می باشد. همیشه پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یاران و موظفین خود را به اساس دانش و توانایی بر انجام وظایف می گمارید. اصلا هیچ کسی را بر اساس خوشرفتاری، نزدیکی یا دوستی مقرر نمی کرد، چون از ابو ذر رضی الله عنه روایت است می گوید گفتم ای رسول خدا ایا مرا به حیث کارمند و موظف تعیین نمی کنی؟ می گوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به شانه ام با دست مبارک خود زد و گفت ای ابو ذر تو ناتوان هستی، همانا این کارمندی امانت است و در روز رستاخیز رسوایی و پشیمانی است، مگر کسی که بتواند این مسئولیت را به طور واقعی به عهده بگیرد و حق آن را کما حقه ادا نماید. پیامبر صلی الله علیه و سلم با عبدالرحمن بن سمره گفت ای عبدالرحمن امارت و پادشاهی را مطلب، چون اگر امارت برای تو بر اساس خواهش و طلب خود داده شود تو به آن سپرده می شوی، کسی که تو را در امر ادای آن یاری نمی کند، و اگر بدون درخواست به داده شود حتما در امر ادای آن یاری و همکاری می شوی. ستایش مخصوصی خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است و گواهی می دهم بر این که نیست معبودی برحق جز الله واحد که یکتا و بی همتا است، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. برادران مسلمان، همانا از بزرگترین عوامل ساختار کشورها و ملتها بلند نمودن بیرق ارزش های اخلاقی و رفتاری است. پس هر ملت و تمدنی که در ساختارش اعلای ارزش های اخلاقی نبوده باشد، این چنین ملت و تمدن عوامل و ابزار سقوط خود را در اصل بنا و ساختار خود حمل می کند. خداوند متعال به این شاعر خیر بیشمار نصیب نماید و هرگاه اخلاق ملت فاسد شد بس بر آنها ماتم و عزاداری برپا نماید. و شاعر دیگری می گوید همانا زندگی ملت ها و وابسته اخلاق آنها است، پس اگر اخلاق آنها فاسد شد و از بین رفت این ملت از بین می رود. در واقع اخلاق در اسلام جایگاه بزرگی دارد، پس به همین اخلاق است که مسلمان به درجات عالی ایمان ترقی می کند و ترازوی اعمال نیک او در روز قیامت با اخلاق گران می شود. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچ چیزی در میزان اعمال نیک انسان مسلمان در روز قیامت از اخلاق نیک کرده ثقیل تر نیست، و خداوند انسان پست بد اخلاق را نفرین می کند. و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از علی پرسیده شد که بیشتر انسان را وارد بهشت می سازد، در پاسخ فرمود تقوا و ترس از خداوند و اخلاق نیک بیشتر اوقات سبب ورود انسان به بهشت می شود.
پیامبر صلی الله علیه و سلم اخلاق را معیار کمال و نقصان ایمان قرار داده است، چون می فرماید کامل ترین ایمان از آن کسی است که اخلاق نیکو دارد، و در حدیث دیگری می گوید در هر جا و مکان از خدا بترس، پس از هر بدی و گناه اعمال نیک و صالح انجام بده تا بدی را محو نماید، و همراه مردم با اخلاق نیک رفتار کن. پس اخلاق نیک صاحب خود را وامی دارد تا صفات نیک چون مهربانی، محبت نیک با دیگران، تلاش برای منافع مردم و تحقیق منفعت عام برای وطن و شهروندان و دوری از خودخواهی و غرور را کسب نماید. پس دین حنیف ما به فداکاری و محبت بخشش بر دیگران استوار است، نه بر انتقام جویی و بخیلی و خودخواهی. و برخی از پایه‌های ساختار کشورها و تمدن‌ها عدالت است. پس بنای کشورها بر عدالت می باشد که میان مردم در حقوق و وجایبشان برابری و مساوات ایجاد می کند. این عدالت امر خداوند متعال در قرآن کریم است، طوری که می فرماید که ترجمه آن زیر است: براستی خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند و شما را پند می دهد شاید متذکر شوید. بزرگان گفتند همان خداوند حکومت و دولت با عدالت را کمک و یاری می کند ولو که کافر باشد، و هیچگاه دولت ظالم را کمک نمی کند اگرچه مسلمان باشد، زیرا اگر واقعا مسلمان باشد هیچگاه به ظلم و ناعدالتی راضی نمی شود و بر اساس آن استوار نمی باشد. به همین اساس گفتند دولت ها و حکومت ها با کفر و عدالت دوام می کند ولی با اسلام و ظلم دوام نمی آورد، چون در این حالت دینداری آن واقعی و به مفهوم حقیقی اسلام نه بلکه شکلی می باشد، زیرا مفاهیم عالی اسلام که بر حق و عدالت استوار است ظلم و ستم و بغاوت را با تمام انواع و اشکال آن رد می کند. پس خدایا برای ما در وطن ما امنیت و آرامش نصیب کن و رهبران و بزرگان امور ما را توفیق عمل نصیب کن و میهن ما را از مکر دشمنان و فساد مفسدان در حفظ و امان خود بدار.